بازرسی سرزده از بند 7 و 8 اوین معروف به بندهای اقتصادی از جمله بند مهدی هاشمی از دیگر سوالات خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا بود. از ایشون هم یک گوشی تلفن همراه با سیمکارت مربوطه و با حالا یه تعدادی قطعه سکه، هم از ربع سکه و به اصطلاح نیم سکه و اون سکه های گرمی و اینها، یه تعدادی حدود 30 تا مثل این که قطعه کش شده بود، حالا از قبل باشون بوده، بعدن بردن تو زندان، برای چی میخواستن اون بعد، ولی داشتن تلفن همراه حتما این به صورت غیر مجاز بوده که خب طبعا اینا باید، و از بعضی از زندانی های دیگه هم همینطور بعضی از موارد از قبیل همین گوشی تلفن و احیانا فلش مموری اینها کشف شده. پای دو جاسوس خارجی گفت که به آمریکا و رژیم صهیونیستی وابسته بودند. اژئی گفته هیچ یک از این دو جاسوس جیسون رضاییان تبعه آمریکا نبودند. دو نفر متهمی که بازداشت بودند به اتهام جاسوسی، یکی برای آمریکا و برای اسرائیل، اینها در همین فاصله زمانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شدند و هر کدوم به 10 سال حبس محکوم شدند. معاون اول دستگاه قضا از دستگیری یکی از متهمان فتنه 88 هم گفت. سخنگوی قوه قضاییه به پرونده دکل نفتی 87 میلیون دلاری هم اشاره داشت و افزود یکی از متهمان بازداشت شد. یک نفر بازداشتی داشت، دو سه نفر هم در حال تحقیق ازشون هستن که در حال رفت آمد هستن. اینا چون معمولا افراد اگر توجه اتهام بهشون باشه قرار براشون صادر میشه، اگر به عنوان اینکه باید سوالی ازشون بشه تحت عنوان مطلع، خب سوالات ازشون میشه، مدارک ازشون گرفته میشه، که گاهی وقتا یک فرد در مرحله اول ممکنه به عنوان مطلع احضار بشه اما نهایتاً به عنوان متهم به اصطلاح از کار در بیاد. پرونده هنوز در مرحله خلاصه تحقیقات مقدماتی در دادسراست. 4 نفر از متهمان که در فضای مجازی اقدامات مجرمانه می کردند به 18 ماه تا 12 سال حبس محکوم شدند. بعضن با اسم مستعار و حالا یا با آدرس های غلط اقداماتی می کردند، اقدامات مجرمانه در فضای مجازی می کردند که هم اقدامات امنیتی داشتن، هم اشاعه فساد و فحشا داشتن از طریق شبکه های مجازی و هم توهین به مقدسات داشتن. ماجرای گردنه ی حیران هم سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود که معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد این ساخت و سازها از سال 82 آغاز شده و گسترش یافته. این ساخت و سازها از سال 82 شروع شده، قریب به اتفاق این مواردی که اینجا ساخت و ساز شده با مجوز بوده، بنیاد مسکن نمایندهش بوده، نماینده استاندار بوده، نماینده جهاد کشاورزی بوده، نماینده راه شهرسازی بوده، اونا اومدن مجوز را صادر کردن. حالا ما اون کسی که مجوز داده رها کردیم، اومدیم این کسی که مجوز گرفته و ساخته امروز میگه مقصر هستید، باید تاوانش هم پس بدید، ساختمونت هم خراب بشه. آیا چنین کسانی که مجوز را صادر کردن و حقی نداشتن امروز با اونا برخورد شده؟ برخورد میشه؟ حداقلش به عنوان تخلف اداری با اونها برخورد شده؟ سخنگوی دستگاه قضا گفت ممکن است پرونده و یا اوراقی از یک پرونده در حال رسیدگی گم بشه. این احتمالش هست، یعنی ممکن هست که وقتی این چیزی اتفاق بیفته، ولی عمدتاً یک پرونده نیست. خیلی وقتا ممکنه ورقی یا اوراقی از یک پرونده باشه. گاهی وقتا ممکنه یک پرونده‌ای رو که از فرض کنید دادسرا داره میره به یه دادسرای دیگری، یا احیانا از کلانتری میاد مثلا فرض کنی به دادسرا، یا برعکس اداره آگاهی میره این بر اون بر میره اونها، و یا احیانا باز همینطوری که عرض کردم پرونده در اختیار کسی قرار داده میشه برای مطالعهش، ممکنه که احیانا ورق یا اوراقی حالا به اشکال مختلف، ولی کل یک پرونده قضایی این هم نمیخوام بگم محاله، نه امکانش هست، ولی ما در اینکه یک پرونده قضایی به طور کامل باشه حداقل من الان حضور ذهن ندارم، اما اوراقی از پرونده بعضن گم بشه، کم بشه، زیاد بشه، بله وجود داشته، افرادی هم متخلف بودن هم در دستگاه قضایی هم در غیر دستگاه قضایی که باشون برخورد شد. محسنی اژه این رو هم گفت در بازرسی از بندهای زندان اوین گوشی تلفن همراه با سیم کارت و 30 سکه طلا متعلق به مهدی هاشمی کشف شده. در هفته گذشته هم از همون بند 7 و 8 طبق اون گزارشی که من
گرفتم بازرسی صورت گرفته بود و از ایشون هم یک گوشی تلفن همراه با سیم کارت مربوطه و با حالا یه تعدادی قطعه سکه هم از ربع سکه و به اصطلاح نیم سکه و اون سکه های گرمی و اینها یه تعداد حدود 30 تا مثل این که قطعه کش شده بود که حالا اون سکه رو نمیشه گفت که غیر مجازه، ولی حالا از قبل باشون بوده بعدن بردن تو زندان برای چی میخواستن اون بعد، ولی داشتن تلفن همراه حتما این به صورت غیر مجاز بوده. سخنگوی قوه قضاییه البته توضیح نداد که این اشیاء چطور وارد زندان شده.